حاصل عبارت مشخص شده کدام است؟ این سوال بچه ها اصلا کاری نداره، فقط میخواد یک وقت تو رو بگیره، یعنی میخواد ببینه چقدر میتونی چقدر سرعت عملت بالاست، چقدر میتونی اینو سریعتر حل بکنی اگه نکرد وقتت گرفته شده، و اینکه چقدر تمرکز داری، مگر نه اصلا چیز سختی نیست. اینو به هر کسی بگی حلش بکن، اول به توان میرسونه. مثلا اینجا باید به توان 2 برسونیم. 3 همه عبارات هم منفی 3 هم x2 و هم y باید به توان 2 برسه. منفی 3 به توان 2 میشه چقدر؟ میشه 9 تا. مثبت میشه x به توان 2 میشه x4، y به توان 2 میشه y2. این ضرب شده در بعدی به توان 3، 2 به توان 3 میشه 8، x2 به توان 3 توانش ضرب میشه. میدونی که x2 به توان 3 بشه، توان 2 در 3 ضرب میشه، میشه x6. و بعدش هم که y2 به توان 3 میشه y6. خب این منهای، حالا این دوباره به توان 3 رسونده، 2 به توان 3 میشه 8، x به توان 3 میشه x3، y2 به توان 3 میشه y6. بعدیش به توان 2 رسیده، منفی 2 به توان 2 میشه 4، x به توان x2 به توان 2 میشه x4، y به توان 2 میشه y2، و در نهایت هم در x3 ضرب شده. همین فقط به توان رسوندیم دیگه، اینو واقعا همه بچه ها فکر کنن بتونن حل بکنن. حالا از اینجا به بعد باید ضربش بکنیم این دوتا عبارت رو. 9 ضرب در 8 میشه 72، x4 در x6 میشه x10، y2 در y6 میشه y8. سخته؟ نه. منهای اینجا 8 تا 32، x3 در x4 در x3 تواناش جمع میشه، میشه x3 و 4 و 3 میشه 10، y6 در y2 هم میشه y8. بعد میبینید چه جالب، اصلا توقعمون هم همین بود دیگه، تهش باید همش اتفاق میافتاد، این دوتا متشابه شدن، x10 y8 x10 y8. میگه 72 تا منهای 32 تا، یعنی از هم کم کن، 72 منهای 32 میشه چقدر؟ میشه 40 تا x10 y8. یعنی کدوم گزینه؟ گزینه شماره 3. بسیار ساده بود.